در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. حمله گروهی طالبان بر یک پایگاه اردوی ملی افغانستان در خاکریز کندهار. تازه ترین جزئیات از شمار تلفات نیروهای افغان و چگونگی وضعیت در منطقه. واکنش تند روسیه و ایران در برابر بسته تازه تصویب شده تعزیرات از سوی کانگرس ایالات متحده. و دستگیری حداقل 4 زن آلمانی به اتهام همکاری با داعش در عراق. سلام، احمد سیرزیو هستم. به خبرهای امروز چهارشنبه 26 ماه جولای سال 2017 میلادی خوش آمدید. برنامه امروز برنامه تقیم نشر میشه. امید است تا پایان ما را همراه باشید. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دلیل ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را معادن سرشار در افغانستان میداند. در این گزارش آمده است که آقای ترامپ در مورد ذخایر معدنی افغانستان با رئیس جمهور غنی نیز بحث نموده است. بر اساس این گزارش انتظار می رود قصر سفید یک نماینده خود را به منظور ملاقات با مقامهای افغان و بحث روی استخراج معدن افغانستان به کابل ارسال کند. این گزارش می افزاید زمانی که هفته گذشته اختلاف ها هنگام بحث روی تهیه استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان عمیق‌تر شد، سه دستیار ارشد رئیس جمهور ترامپ با مالک یک شرکت استخراج مواد معدنی نادر دیدار کرده و روی امکان استخراج این مواد از افغانستان بحث نمودند. نیویورک تایمز همچنان گزارش داده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در نخستین صحبت‌هایش با دونالد ترامپ در مورد استخراج معادن افغانستان و ترویج آن به حیث یک فرصت اقتصادی بحث کرده بود. مقام‌های آمریکایی تخمین زدند که ارزش معادن دست نخورده افغانستان به حدود 1,000 میلیارد دلار میرسد. در این حال منابع محلی در ولایت کندهار میگویند که در حمله گروهی طالبان بر یک پایگاه اردوی ملی افغانستان در ولسوالی خاکریز این ولایت ده‌ها سرباز اردوی افغانستان کشته شدند. منابع گفتند که این حمله طالبان از دیشب آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان با تایید این رویداد شمار تلفات اردوی ملی را فقط 26 نفر و زخمی شدگان را 13 سرباز گزارش داده است. اما منابعی که نخواستند نامشان فاش شود با صدای آمریکا گفتند که شمار تلفات بیش از حد اعلان شده است. دوستان، برای دریافت تازه ترین معلومات در مورد حمله طالبان بر قرارگاه اردوی ملی افغانستان در خاکریز، همکارم عزیز الله پوپل را هم اکنون از طریق اسکایپ از کندهار با خود داریم تا از ایشان جویای معلومات شویم. آقای پوپل سلام بر شما، آواز مرا دارین؟ خسته و مانده نباشید. تشکر. شمار تلفات اردوی ملی در حمله طالبان در ولسوالی خاکریز اکنون نزد شما معلومات چی است در موردش؟ بله زیاد صاحب سلام با شما و بینندگان محترم. دقیقا امو رقمی که پیشتر شما هم گفتین یک منبع امنیتی که در قندهار با صدای امریکا صحبت داشتن و نخواست که نامشان گرفته شوه ایره تایید کردن که در حدود 40 نفر از سربازای اردوی ملی در این پایگاه که در ولسوالی خاکریز قندهار مصروف وظیفه بودن کشته شدن. و چند لحظه پیش آخرین جزئیات را که ما گرفتیم و این که تحت قماندان امنیه کندهار جنرال عبدالرزاق نیروهای تازه نفس عظیم منطقه شده و این ولسوالی خاکریز در 120 کیلومتری در شمال کندهار موقعیت داره و از اوج تانستان که در حدود بیش از 20 تن از نیروهایی که در این رویداد کشته شده بودن اجسادشان به میدان هوای کندهار انتقال کنند و همچنان در حدود 21 نفر که در این رویداد زخمی شده بودن همچنان به شفاخانه نظامی قندهار انتقال شده. و در پالوی ازی نیروهای افغان پیشتر که ما برتان گفتم تحت فرماندهی قماندان امنیه قندهار عظیم ولسوالی خاکریز شدن و اوج عملیات نظامی را آغاز کردن. و همی حادثه هم که صورت گرفته ای در 12 کیلومتری مرکز ولسوالی خاکری صورت گرفته و ای یکی از مناطق پرچالش از نگاه امنیتی بودن و یک انتقاد که بالای رهبری اردوی ملی در قندهار وجود داره و ای هستن که نیروهای اردوی ملی پیش از پیش هم خبر داشتن اطلاع داشتن که مخالفین
مسلح دولت از 4 ولایت، یعنی هم از اروزگان، هم از هلمند، هم از زابل و هم از مناطق شمالی کندهار جمع شدن و بالای یک تعداد از مراکز اردوی ملی که در ولسوالی های شمالی کندهار اوج مصروف وظیفه هستن بالایشان حمله صورت میگیرن. ولی کن میگه که رهبری اردوی ملی نتانستن که جلوی همچون حملات را بگیرن. آقای پوپل، اگر کوتاه‌تر تشریح بتین، وضعیت در کمپ کرزیاله آله از چه قرار است؟ آیا کمپ و یا هم قرارگاه نظامی در تصرف طالبا است و یا هم طالبا به عقب زده شدند؟ بله، یک منبع امنیتی گفتند که از همین قرارگاه فقط 10 نفر از نیروهای اردوی ملی جان به سلامت برده است و متبقیش یا کشته شدن و یا هم زخم برداشت است. و بعد از کشته شدن و زخمی شدن نیروهای اردوی ملی، امی پایگاه میگه سقوط کرده است. و پیشتر برتان گفتم که با اعزام نیروهای تازه نفس در این منطقه عملیاتی نظامی آغاز شده. فقط زیاسب یک موضوع میخواستم که دیگه هم برشان اشاره کنم و هستن که این تقریبا در یک ماه گذشته سوم حادثه هستن و در 6 ماه گذشته این ششم حادثه میشه. پیش از این 2 حادثه، یعنی تقریبا در ماه می دروز از پیش از ماه مبارک رمضان، هم در ولسوالی شاولیکوت در منطقه زرتاله همچون حادثه صورت گرفته بود که بیش از 30 نفر از نیروهای اردوی ملی کشته شده بودند و تقریبا 1.5 هفته پیشتر در ولسوالی شاولیکوت در منطقه مانو همچنان یک حادثه صورت گرفته بود که دو کماندان کندکی اردوی ملی کشته شده بود. فقط به صورت خلاصه بشار میگیم که بعد از تغییر کماندانی کل اردو ایج انتقادات زیاد هستند که کماندان کل اردوی فعلی که ایج وظیفه داره با اراضی منطقه بلد نیستن و از پلیس کده به مراتب تلفات بیشتر از نیروهای اردوی ملی هستن. تشکر آقای پوپال، تشکر از معلومات شما. برای دریافت تازه ترین جزئیات و شرح حال وضعیت در خاکریز، فرصت داریم حالا با آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. آقای رادمنش، سلام بر شما، تشکر از وقتتان. گزارشگر صدای آمریکا را شنیدین. اول در آغاز اگر شما تایید بکنین، آیا حدود 40 سرباز، منابع امنیتی که برای ما احوال دادن، در حمله خاکریز کشته شده یا خیر؟ همین لحظه که به طرف استادیو شما آمدیم، رئیس ارکان کندک 3 لوای 3 از مقر که شب گذشته مورد حمله قرار گرفت با ما صحبت داشتند و فعلا هم همونجا قرار دارند و خبرنگارا که صحبت میکنند از مرکز قندهار بر شما معلومات میتن، ولی سربازای ما که در اونجا جان شیرین خود از دست دادند و فرزندای دیگه مردم در اونجا حضور دارند، میگن که امو پوسته و یا ای که مرکز اردو به دست طالبا افتیده، ولی او مرکز همین فعلا هم پیش ماست. اصلا در اونجا حملات بسیار شدیده. بله. با معذرت، سوال من چیز دیگه بود، متاسف هستم، ما باید صحبت شما را قطع بکنم. ما پرسان کردم که تعداد تلفات را منابع امنیتی، منابع محلی و خبرنگارای صدای آمریکا اضافه تر از 40 نفر گفتن. شما چرا تایید کردن نمیتونین این شماره؟ لستش که همی حالا سر میز ما مانده است، 26 نفر ما شهید داریم، 13 نفر زخمی دارن و تعداد دیگه که در اونجا بودن انتقال شدن به کمپ مجاور از او و رئیس ارکان کندک 3 لوای 3 ما در اینجا جایگزین شدند. مگر این واقعیت داره که از 4 ولایت و حتی از خارج کشور در اونجا به خاطر ازی که وضعیت سیاسی و امنیتی در آینده نزدیک در سطح دنیا و منطقه تغییر میکنه، باید در افغانستان برای کسایی که جنگ نیابتی را انجام میدند سوال داشته باشند. بله. بالای پسته ما حمله کردند و فرزندای رشید مردم افغانستان را شهید و زخمی ساختند. آقای رادمنش، با معذرت، تشکر. تعداد مجموعه سربازا در
کمپ و یا هم قرارگاه کرزیالای است. اما طور است. بله، من اگر نام پایگاه را غلط نکرده باشم یا اشتباه نکرده باشم، تعداد مجموعیشان چند نفر بود وقتی که در اونجا حضور داشتن؟ 64 نفر. تشکر. 64 نفر در اونجا بودند با تمام تجهیزات، درسته؟ با تجهیزاتی که داشتن. تشکر. ولی گزارشگر ما گفتن که نگرانی ها و انتقادا بالای مقامات قل اردو امی هست که از قبل آگاهی داشتن که حمله طراحی میشه، ولی بر جلوگیری این مسئله اقدام نشده بود. شما پاسختان به مقامات و یا هم استجواب از مقامات چه خواد بود؟ جان سربازا به گفته شما تلف شده. پاسخ ما ای هست که سربازا تا آخرین رمق از پسته خود دفاع کردند، قطعی که موظف به حمایت ازوا بود به محل رسیدند و بالاخره اینها هم در برابر ازوا جنگیدند و در نتیجه همی تعداد فرزندای مردم افغانستان شهید و زخمی شدند. و شما می دانید که در افغانستان جنگ است، تروریسم در اینجا طغیان میکنه و به نیابت کشورهای در منطقه فعالیت دارند. آقای رادمنش، خبر را امروز خواندیم که گویا نیروهای نظامی ایالات متحده و یا هم وزارت دفاع ایالات متحده قرار است 5 طیاره بدون سرنشین را برای مقامات نظامی افغانستان و یا هم اردوی افغانستان تحویل بدن برای انجام مأموریت. از این طیاره ها شما در کجا استفاده میکنین؟ آیا این خبر دقیق است یا خیر؟ ما همی حال هم دو سایت تیارات بی سرنشین استخباراتی داریم که در مزار شریف و در هلمند فعالیت میکنند و برنامه هایی که ما داریم از نگاه استخباراتی در افغانستان به حساب کشف تطبیق میشه. اینها هم در سایت هایی که قبلا به اساس تعهدنامه به افغانستان شده در افغانستان با وظایف استخباراتی ادامه خواهند داد. آقای رادمنش، متاسفانه وقت برنامه کوتاه است، ورنه بحث دنبال می‌کردیم. با امید صحبت در برنامه بعدی. بقیه روز شما خوش. تشکر از وقتتان. بینندگان محترم، در ادامه برنامه گزارش را روی واکنش حکومت و امکان بازگشت گروه امنیتی بلک واتر مشاهده خواهد کرد و همچنان به نظریات شما در قبال گزارش های برنامه دیروز و امروز خواهیم پرداخت. امیدواریم که ما را تا ختم برنامه دنبال بکنید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که هیچ شرکت خصوصی امنیتی خارجی نمیتواند در افغانستان فعالیت داشته باشد. شرکت بلک واتر اخیرا به کاخ سفید پیشنهاد داده بود تا در چارچوب راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا در جنگ و تامین امنیت افغانستان نقش داشته باشد. حال وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای خارجی در افغانستان فقط نقش حمایتی و آموزشی خواهند داشت. شرکت بلک واتر پس از سالها بار دیگر به فعالیتش در افغانستان دلچسبی نشان داده. بر بنیاد گزارش ها، مسئولان این شرکت به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داده تا مسئولیت امنیت افغانستان به این شرکت واگذار شود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که نقش نیروهای خارجی در پیمان امنیتی روشن شده و بیرون از این نقش باید درباره آن گفتگو صورت بگیرد. با اساس فیصله ای که ما کردیم، هیچ کمپانی خصوصی نمیتونه فعالیت های امنیتی داشته باشه به استثنای مراکز دیپلماتیک روی از یک توافق صورت گرفته. دیگر مسئولیت جنگ و مسئولیت عملیات ها کلش به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است و مسئول است نیروهای امنیتی افغانستان در تامین امنیت کشور. هنوز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره راهبرد تازه و پیشنهاد شرکت بلک واتر تصمیم نگرفته است. اما وزارت دفاع افغانستان تنها نقش آموزشی و حمایوی نیروهای امریکایی را در افغانستان میپذیرد. تنها در آموزش ما ضرورت داریم. در عملیات زمینی قوتهای افغان که برادرهای شما است، اونا بسیار خوب می جنگن، بسیار خوب تجربه دارن و عملا در سال 2015، 2016 و 2017 نشان دادن که نمیتونن که وطن خود نگاه کنن، حفظ کنن. شرکت بلک واتر از شرکت هایی است که هرگان نام از او گرفته شود، انتقادها در برابر فعالیت او نیز برانگیخته می شوند. کسانی که درخواستی این شرکت بلک واتر قبول می کنه، با معنی است که به حقوق بشر هیچ اعتنا نداره، به بشر حتی اعتنا نداره.
تا جایی که در افغانستان دیده شد شرکت بلک واتر آنقدر ظلم کرد در افغانستان، افسخانهای خود داشت، مردم را ترور کردن. فعالیت شرکت امنیتی بلک واتر در دوران حکومت حامد کرزی به علت تخلف ورزی ها در کنار 7 شرکت دیگر خارجی ممنوع قرار گرفت. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده با اتفاق تقریبا تمام اعضا تعزیرات تازه‌ای را بر روسیه، ایران و کره شمالی تصویب کرد. این اقدام کنگرس مسکو و تهران را خشمگین ساخته و در واکنش ایران و روسیه گفتند که عملی شدن این تعزیرات بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در مورد اقدام اخیر کنگرس و واکنش های تهران و مسکو را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و همکنون از جلوی امارات کنگرس در برنامه حضور دارند. عزیز جان، واکنش مشخص روسیه و ایران چیست و موضع گیری کنگرس ایالات متحده از چه قرار بوده؟ آقای زیاد، در قدم اول باید بگم که کنگرس ایالات متحده یا مجلس نمایندگان از نهاد قانونی ایالات متحده با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف این تعزیرات را تصویب کرد روز گذشته. ایران گفته که این اقدام کنگرس در حقیقت یک اقدام خصمانه در برابر تهران است. روسیه یک بار دیگر بر موضع‌گیری درست قبل خود تاکید کرده و گفته که این اقدام کنگرس میتونه که تلاش‌هایی که به خاطر بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو در جریان است ایره خدشه‌دار بسازه. لیکن زمانی که قانونگذاران ایالات متحده روز گذشته این تعزیرات را تصویب می‌کردند، اونا گفتند که ایران، روسیه و کره شمالی نه تنها تهدید در برابر منافع ایالات متحده در جهان است، بلکه از جمله کشورهایی هستند که کشورهای امجوار خود را بی‌ثبات ساختند. تصویب بسته تعزیرات تازه در برابر روسیه، ایران و کره شمالی واکنش‌های تند به ویژه از سوی مسکو و تهران را برانگیخته است. سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو بارها واشنگتن را هشدار داده که هر نوع تعزیرات تازه بی پاسخ نخواهد ماند. معاون وزارت خارجه روسیه همچنان گفته است که طراحان و حامیان این تعزیرات اقدامات جدی در برابر عادی شدن روابط ممکن با روسیه را می گیرند. قانونگذاران آمریکایی می گویند تصویب این تعزیرات صلاحیت اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رفع تحریمات را محدود می سازد و می گویند که این اقدام یک پیام به رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز می باشد. اگر رئیس جمهور می خواهد که با دوست صمیمی خود آقای پوتین ورزش گلف یا چیزی دیگری کند، او می تواند ما را در آن حساب نکند، زیرا ما آقای پوتین را تنبیه می کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که در صورت توشیع این تعزیرات از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ، ایالات متحده با واکنش ایران روبرو خواهد شد. ایران همچنان هشدار داده که با اجرا درآمدن تعزیرات تازه میتواند توافق هسته‌ای را که تهران با 5 قدرت جهان در سال 2015 امضا کرده متاثر سازد. اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم. ما باید همیشه بنیه دفاعیمون رو تقویت کنیم، قوی کنیم، تمام سلاح‌های دفاعیمون رو بدون توجه به نظرات دیگران ما تقویت خواهیم کرد. بر اساس تعزیرات تصویب شده ی تازه، آن عده از افرادی که در برنامه میزایل بالاستیکی ایران دخیل باشند و یا هم افرادی که با آنان سر و کار داشته باشند مورد مجازات قرار می‌گیرند. این تعزیرات سپاه پاسداران ایران را نیز به اتهام حمایت از تروریسم با تحریم خرید سلاح مواجه ساخته است. اد رویس، قانونگذار دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید این اقدام کنگرس یک پیام قوی را به ایران، روسیه و کره شمالی میفرستد. این 3 رژیم در گوشه های مختلف جهان منافع حیاتی امریکا را تهدید و همسایگان خود را بی ثبات می سازد. مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف تعزیرات تازه را روز گذشته تصویب کرد. از جان، آیا امکان ویتو یا رد ای بسته تعزیرات از سوی رژیم دونالد ترامپ هم وجود داره یا خیر؟ آقای زیا، امکان بسیار قوی وجود نداره، لیکن اگر رئیس جمهوری را ویتو یا رد هم کنه، اعضای هر دو مجلس، البته 2/3 هر مجلس میتونه که
مانع اقدام رئیس جمهور شوه. در حال حاضر این بسته تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان و قرار است بسیار زود تا چند روز دیگر به مجلس سنا فرستاده شوه و از مجلس سنا به میز رئیس جمهور برسه. آقای زیا، تشکر از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این حال یک بار دیگر به ایران روی توافقنامه هسته‌ای هشدار داد. آقای ترامپ گفت که تهران باید به موارد توافق هسته‌ایش با قدرت‌های جهان پامند بماند، در غیر آن با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته تایید کرده بود که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را رعایت کرده است، اما او در یک گردهمایی بزرگ در ایالت اوهایو ناوقت دیروز به هزاران تن از حامیانش گفت که در مورد تهران نگران است. آقای ترامپ افزود به جای اینکه ایران از رفع تحریم‌ها به اساس این موافقتنامه قدردانی کند، خشن‌تر شده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق اعلام نمود که هر خارجی که ثابت شود در کنار داعش در عراق جنگیده است، طبق قانون عراق محاکمه خواهد شد و به سزای اعمالش خواهد رسید. او تایید نمود که خارجی‌های زیادی در شهر موصل دستگیر شدند. از سوی دیگر یک جنرال بریتانیایی از شهر موصل بازدید به عمل دارد و اوضاع آنجا را قناعت بخش خواند. در میان جنگجویان گروه داعش که در جنگ موصل به اسارت نیروهای عراقی درآمدند، زنان غیر عراقی نیز دیده می شوند. در تازه ترین مورد، یک منبع وزارت خارجه عراق گفت که در میان زنان دستگیر شده در موصل، 4 تن آنان شهروندان آلمانند. وزارت خارجه بر روز دوشنبه از دستگیری 2 بانوی آلمانی خبر داده بود که یکی آن نوجوان 16 ساله و فراری از خانه بوده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با تصدیق این خبر که خارجی های زیادی در موصل به دست نیروهای عراقی افتادند، گفت که افراد دستگیر شده به نظام قضایی سپرده شدند تا محاکمه شوند. اگر آنها داعش بودند و در کنار داعش جنگیده باشند، پس در برابر عراقی ها مرتکب جرم شده و از آن رو هر یکی از قانون مستثنا بودن نمی تواند و آنها به سزایشان خواهد رسید. جنگ علیه داعش در موصل خاتمه یافته، اما بقایای آن هنوز هم از مردم قربانی می گیرد. بسیاری از اجساد و زخمی شدگانی که به شفاخانه آورده می شوند، قربانیان انفجار بم هایی است که در نقاط مختلف شهر به جا مانده است. حالیا صح اقل. دو هفته پیش روزانه 70 زخمی جنگ به ما آورده می شد، اما حالا این رقم کاهش یافته و اکثرا واقعاتی که به ما راجع می شود گیر ماندن افراد زیر خرابه ها است. با آنکه ظاهرا روال زندگی در موصل آهسته آهسته به حالت عادی برمیگردد، اما موارد تخطی از حقوق بشر در آنجا نگرانی هایی را برانگیخته است. اخیرا ویدیوهایی که گفته می شود در آن نیروهای عراقی مظنونین داعش را لت و کوب کرده و می کشند، در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را محکوم کردند. روپرت جونز، یک جنرال بریتانیایی مربوط به نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، به روز سه‌شنبه در دیدار از شهر موصل گفت: اما باز هم بگویم تخطی‌ها وجود خواهند داشت. این جنگ است، جنگ دشوار و بی‌رحمانه‌ای است. ولی در مواردی که نمونه ها و یا ادعاهای نقض حقوق بشر یاد شده، صدر اعظم العبادی به اسرع وقت ظاهر شده و اراده نشان داده که به آن موارد رسیدگی کرده و گام مناسب بردارد. جنرال جونز افزود که با وجود تلفات تأسف برانگیز، نیروهای عراقی و ائتلاف توانستند موفقانه مردم را آزاد سازند. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در این حال یک پسر ایزدی که از جنگ در موصل نجات داده شده، خواهان پیوستن به مادرش است که وی نیز از چنگ داعش متواری شده و در کانادا من حیث پناه جو پذیرفته شده است. هزاران زن ایزدی در عراق در طول جنگ علیه داعش توسط شورشان این گروه به اسارت گرفته شده و صدها تن از مردان و پسران ایزدی از سوی داعش حین تهاجم بر منطقه سنجار کشته شدند. این پسر توسط نیروهای عراقی از جنگ نجات داده شد و در تماس تلفنی که به کاکایش خبر زنده بودنش را دادند و بعد مادرش نیز از طریق عکس‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود از یافتن او آگاهی یافت. دوستان، یک نظرسنجی تازه از مؤسسه تحقیقاتی پیو منتشر شد که حاوی نظریات مسلمانان ایالات متحده در مورد واکنش جامعه آمریکا به سمت مسلمان‌های مقیمین کشور است. شرح بیشتر یافته‌های این نظرسنجی را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم که هم اکنون در استودیو با ما هست. خانم عظیمی، چه تازه هایی در تحقیقات پیو وجود دارد؟
آقای ضیا با سلام به شما و بیننده ها. بله، مؤسسه تحقیقاتی پیو در یک نظرسنجی تازه که انتشار داده نظریات مسلمانان امریکا را در مورد برخورد مسلمان ها در جامعه امریکایی به نشر رسانده که نشان می دهد مسلمانان امریکایی در نخستین ماه های ریاست جمهوری دونالد ترامپ با سوء ظن در مورد مذهب خود مواجه بودند، ولی از حمایت و پشتیبانی بیشتر مردم امریکا برخوردار گشتند. آنها امیدوارند که بتوانند تدریجاً به طور کامل در جامعه امریکا پذیرفته شوند. این نظرسنجی شواهد از احساس روبرشت مسلمانان در ایالات متحده را به هویتشان نشان می‌دهد. 89% گفتند که افتخار می‌کنند که مسلمان و آمریکایی هستند. تقریباً 2/3 آنها گفتند که هیچ مشکل میان اسلام و دموکراسی نیست. محققان مرکزی پیو تخمین می‌زنند که شمار مسلمانان ایالات متحده در هر سال تا 100,000 نفر افزایش می‌یابد و نفوس فعلی مسلمانان در آمریکا حدود 3.35 میلیون تخمین شده. همچنان در این نظرسنجی آمده است که بیش از نیم از مسلمانان ایالات متحده سنی مذهبانند، در حالی که 16% آنها شیعه هستند. همچنان 8 تن از هر 10 مسلمان آمریکایی اظهار می‌دارند که در مورد افراط‌گرایی اسلامی نگرانند و بیش از 70% آنها گفتند که تا حدود نگران تندروی اسلامی در ایالات متحده اند. این سومین نظرسنجی پیو در مورد مسلمانان آمریکایی از سال 2007 بدین سو در مورد مسلمانان آمریکا و نخستین از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. تشکر از شما. کمیسیون اروپایی اقدامات قانونی علیه جمهوری چک، هنگری و پولند را به خاطر عدم تمایل آن کشورها برای پذیرفتن مهاجرین افزایش داد. کمیسیون اروپایی که بازوی اجرایی اتحادیه اروپایی است، امروز گفت که با وجود خواستهای مکرر این سه کشور تعهدات قانونی خود در پیوند به پذیرفتن مهاجرین از یونان، ایتالیا و سایر کشورهای عضوان اتحادیه را نقض کردند. کمیسیون اروپایی اکنون به جمهوری چک، هنگری و پولند یک ماه فرصت داده تا قوانین اتحادیه اروپایی در مورد پذیرش مهاجرین را عملی کنند. در غیر آن این کشورها به محکمه معرفی خواهند شد. در این بخش برنامه میپردازیم به بینندگان ما در صفحات فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنند. همکارم جیلا نوری نظریات شما را در مورد برنامه امروز مرور کرده و در استودیو با ما هستند. جیلا جان، دوستان چه نظریات دادند و گزارش های پربیننده ما در این صفحه کدام ها بودند؟ سیاه جان سلام خدمت شما، خدمت بیننده ما در صفحه فیسبوک و یوتیوب که به طور زنده برنامه را به طور زنده تماشا میکنند. در مورد گزارش خبری برنامه امروز با پیام متعدد باز هم دست ما رسیده و یکی از بیننده ما برنامه محمد پناهی نوشته: امنیت ملی و استخبارات شما چرا از قبل اطلاعات در اختیار نیروی ارتش سربازا قرار نمیتن که هر روز فاجعه به بار میه؟ خیلی در این بخش ضعیف هستن و توانایی مبارزه با همچو حملات ندارن. اما در میان گزارش های صدای امریکا که دیروز صفحات فیسبوک ما نیز پست شده، گزارش در مورد نادیه ندیم فوتبالر افغان که علاقمند همکاری در بخش فوتبال بانوان در افغانستان است، بیشتر از 27,000 بار دیده شده و باعث واکنش زیادی از بیننده ما شده و بیشتر از 1,700 نظرات مختلف هم دیده میشه و حدود 117 بار هم شریک شده است. نادیه ندیم در بخش فوتبال تمجید شده، از کارش تمجید شده و از جمله بیننده ما به نام نازنین محبت نوشته که زنده باشه نادر جان، افتخار ماستی و خداوند سلامتی و وفقت روز افزون بر تو بده. در میان موضوعات ویژه امروز در رسانه اجتماعی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است، پوستر جدید را آریانا سعید در صفحه خود گذاشته و نوشته که بزرگترین خبر زندگی هنری خود به زودی با دوستا شریک میسازه و ستاره تیم بارسلونا مسی، نیمار و سوارز به آمریکا سفر کردند. به تاریخ 22 جولای مسابقه در نیوجرسی داشتن و دیشب با رسیدن به واشنگتن در استادیوم ورزشی فدکس در ایالت مریلند حدود 7,000 باشنده منطقه برای دیدن اعضای تیم جمع شده بودند. قرار است امشب میسی در مسابقه در برابر تیم منچستر یونایتد ظاهر شود. مسابقه به طور نتیجه حتما با شما هم شریک میسازم. اما سیاه جان، مسابقه در نزدیک ما شما نمیرین امروز؟ متاسفانه پول تکت ها انگفت بوده. فقط یادآور میشم که نظریه دوست ما را که در آغاز شما نشر کردین در قبال اخبار حمله طالبان بر پایگاه نظامی اردوی ملی افغانستان در خاکریز بود و مشخصا نظریه شما حتما متوجه مقامات امنیتی افغانستان بود. تشکر از شما. بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم در همینجا پایان می‌یابد. همکارم سید سلیمان آشنا در نیم ساعت بعدی، البته که همکارم احمد شکیب دوست هستند، در برنامه بعدی اخبار پشتو را خدمت شما تقدیم میکنن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
بولتین آشنا صدای آمریکا هر روز را با